اخبار مربوط به کرونا از تاریخ 8/3/2021 در ایالت ساکسن آنهالت. دوستان عزیز فامیلی این هاوس سلام. چهارشنبه گذشته سران دولت فدرال و ایالت بار دیگر در مورد مقررات در دوران کرونا صحبت کردند. امروز ما می‌خواهیم این مقررات را که در ایالت ساکسن آنهالت و از تاریخ 8 مارس اجرا می‌شوند برای شما بیان کنیم. محور اصلی گفتگوها راه‌های رسیدن به آرامش بود و اینکه چطور قدم به قدم به حالت عادی برگردیم. همچنان معیار اصلی برای مبارزه با کرونا همان بررسی 7 روزه است. این معیار به ما نشان می‌دهد که در طول یک هفته چه تعداد افراد از هر 100 هزار نفر به این ویروس مبتلا شده. در ایالت ساکسن آنهالت در پایان هفته گذشته این عدد حدود 84 نفر بود. لاکداون تا 28 مارس تمدید شد. اما محدودیت‌های تماس که از تاریخ 8 مارس وجود دارد به این صورت است که امکان ملاقات با یک خانواده وجود دارد و دولت فدرال تعداد افراد را 5 نفر در نظر گرفته. ولی تا پنجشنبه هفته گذشته عدد مشخصی اعلام نشد. ولی در هر صورت افراد زیر 14 سال مستثنا هستند. علاوه بر این در مدت زمان 2 هفته و با طی 5 مرحله سعی بر این است که شرایط به حالت عادی بازگردد. اولین گام قبلا برداشته شده و آن بازگشایی مدارس بود. در ساکسن آنهالت مدارس استثنایی، مدارس ابتدایی و مهد‌های کودک از ابتدای ماه مارس فعالیت خود را آغاز کردند. مرحله دوم بازگشایی فروشگاه‌های گل و گیاه، آرایشگاه‌ها و آموزشگاه‌های رانندگی که از 1 مارس در ایالت ساکسن آنهالت انجام شد. مرحله بعدی زمانی اجرا می شود که شاخص بین 50 تا 100 باشد. ابتدا بازگشایی در فروشگاه ها و مراکز فرهنگی است که از تاریخ 8 مارس آغاز می شود. اما برای بازدید از موزه ها، گالری ها و یا مکان های فرهنگی باید ثبت نام کنید تا همه چیز تحت کنترل باشد. همچنین از هفته گذشته مراکز انجام تاتو، سالن های زیبایی و ناخن شروع به کار کردند. ورزش در فضای باز با حضور یک خانواده دیگر و تعداد 5 نفر و یا 20 کودک امکان پذیر است. مرحله چهارم بازگشایی از 22 مارس صورت می گیرد و این اتفاق منجر به بازگشایی کافه ها، رستوران ها و مراکز دیگر است. حضور در این مکان ها در محوطه بیرونی امکان پذیر است. برای حضور حتما باید از تست های سریع استفاده شود و به افراد جواب منفی ارائه شود تا قادر به رزرو قرار ملاقات باشد. تئاتر، کنسرت و سالن‌های سینما نیز از 22 مارس مجدداً باز می‌شوند، اما با شرایط خاص. همچنین ورزش‌های داخل سالن با در دست داشتن جواب تست منفی و محدودیت‌های شخصی مجاز به فعالیت هستند. مرحله پنجم و آخرین مرحله بازگشایی مربوط به اوقات فراغت است که از 50 نفر را شامل می‌شود. بر اساس طرح فعلی این اتفاق قبل از 5 آوریل مؤثر نیست و تنها زمانی امکان پذیر است که تعداد مبتلایان ثابت شود. در این صورت فروشگاه‌ها می‌توانند بدون قرار ملاقات باز شوند، ولی باید تعداد محدودی از مردم داخل مغازه‌ها باشند. در ایالت ساکسن آنهالت توافق شده که بر بازگشایی‌ها نظارت انجام بشه. در صورت افزایش تعداد مبتلایان محدودیت‌ها مجدداً باز می‌گردند. این بدین معنی است که مثلا اگر در ماگدبورگ تعداد مبتلایان افزایش یابد، برخی مکانها مجدداً بسته خواهند شد و با رسیدن شاخص به عدد 100 اقدامات اضطراری انجام می شود تا از شیوع بیشتر جلوگیری شود. جلسه بعدی بین دولت مردان در تاریخ 22 مارس برگزار می شود. موضوع صحبت آنها بیشتر با محوریت تعطیلات عید پاک و استرن است. در پایان خبرهای خوشی نیز وجود دارد. ظرفیت واکسیناسیون در حال افزایش است، یعنی هر روز افراد بیشتری در مقابل کرونا واکسینه می شوند. از ماه آوریل نیز واکسیناسیون توسط پزشک خانواده امکان پذیر است. امیدواری دیگر در رابطه با واکسیناسیون این است که واکسن آسترازنکا که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته بود، از هفته گذشته توسط کمیسیون واکسیناسیون برای افراد بالای 65 سال مورد تایید قرار گرفت. همانطوری که ممکن است در جریان باشید، تعدادی افراد از زدن این واکسن خودداری کردند. دوستان عزیز، به یاد داشته باشید که تمامی این واکسن‌ها توسط دانشمندان بزرگ آزمایش شده‌اند.
اثر بخشی آسترازنکا 70% است که در مقابل 0% محافظت به بدون واکسن نتیجه کاملا خوبی است. همچنین این واکسن مانند سایر واکسن ها از عفونت شدید ناشی از کرونا جلوگیری می کند. از طرفی واکنش های ایمنی بدن بعد از تزریق واکسن کاملا طبیعی است و نشان دهنده این است که واکسن به درستی عمل می کند. پس واکسن آسترازنکا مانند سایر واکسن ها مفید است. دوستان عزیز فامیلین هاوس، همچنان به قوانین عمل کنید، ماسک ها را به درستی استفاده کنید و مراقب سلامتی خود باشید. ما شما را در جریان اخبار قرار می دهیم. تا بعد.